شیدائی، نویسنده کریستیان بوبن. چند ساعت بعد پدر آگهی کاری را توی روزنامه دید. حقوقی مناسب و خانه‌ای کنار قبرستان. پدرم گورکن شد. فردای همان روز سیرک را ترک کردیم و راهی قبرستان شدیم. با کمک کارکنان سیرک اسباب و اساسی مختصرمان را به خانه جدید بردیم. در مورد مؤسسه شبانه روزی با مادرم حرف زدم. حقوق پدر کفاف مؤسسه شبانه روزی را نمی‌داد، اما شهرداری قبول کرد هزینه تحصیلم را در کالج سنت آنیس بپردازد. پدر می‌گفت طاقت نمی‌آورم و برمی‌گردم، اما اشتباه می‌کرد. تا آخر امتحانات به خانه برنگشتم. با مبلغ ناچیزی در منزل مادرخوانده خوابگاه ماندم. پدر و مادرم منتظر بودند پشیمان پیششان برگردم، اما فقط لبخند زدم.